سلام میکنم به شما هر کجایی که هستید، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در خدمت استاد عزیزم آقای مانوی خدابخشیان هستیم. من سپاسگزاری میکنم از این همه توجه شما، غیر از این هم توقع دیگه نمیتونه باشه. صحبت های ایشون یک سال بعد جوابش رو ما میبینیم، خیلی جالب هست برای من و باور نکردنی. گاهی وقتا من فکر میکنم که ایشون حالا چیز نوستراداموس زمان هستن واقعا، و پیشگویی هایی که ایشون میکنن برای من اصلا باور نکردنیه، و همه صحبت هایی که میگن، شب چند هفته قبل حرفایی که حتی بعد از برنامه میزنن به من یا به بقیه بچه ها اینجا عنوان میکنن، بعد ما بینیم که درست همون اتفاق افتاده. و من ناراحت از این هستم که چرا ایشون این صحبت ها رو در مقابل دوربین مثلا با ما نکردن. به هر صورت بسیار خوشحالم و بسیار افتخار میکنم که در خدمت ایشون هستم، و شما باور نمیکنید که چقدر دوستان مختلف، عزیزان مختلف، متفاوت و مختلف هستن که از آقای خدابخشیان میخوان تا در برنامه های تلویزیونی رادیویی شرکت کنن، و ایشون این بزرگواری و لطف رو به بنده دارن که در اینجا میان و با هم دیگه صحبت میکنیم. یه بار دیگه ممنون از شما. خیلی عزیزم، من یک نکته رو اینجا اشاره کنم. چرا با علیرضای نازنین نشستم؟ اگه میرفتم بی بی سی چه تفاوتی داشت؟ بی بی سی که مال اصلاح طلباست. اگه میرفتم وی او ای، اونم که به نوشته دکتر کامبیز محمودی نازنین ما که سالها در اونجا فعال بودن و مدیریت رو به عهده داشتن، دستور داده بودن که فیتله ها رو پایین بکشید. بنابراین وقتی شما پایگاهی یا پنجره‌ای رو پیدا میکنید که بهش اطمینان داشته باشید، من همیشه گفتم من آدم ها رو یک بار وزن میکنم و هیچ وقت بابت شرایط حرفم عوض نمیشه. علیرضا هم تالنتده، هم شیکه، هم نسبت به من کاملا صداقت داره. همین صداقت موجب شده که من سالهاست علیرضا رو دوست میدارم. بنابراین بس رو عبور بدیم، ببینید چقدر تأثیر داشت همین تلویزیون تپش، همین یوتیوب تپش، برای اینکه نقش من چیه. من نه رهبری میکنم، نه جزء دسته‌ام، نه نمیدونم پروپاگاندا میکنم. من تمام تجربیاتم و آگاهیام، چون من تنها شاهد تاریخم، از روزی که شاهزاده بیهنگام از ایران خارج شد شاهدم، اوکی؟ تا امروز که احتمال این هست همون شاهزاده برگرده. بنابراین در این 40 سال من تنها شاهد اصلی این انقلاب بودم. اصلا هیچ کس نمیتونه مثل من جز به جز تمام رخدادها رو با توجه به بازی‌های جهانی مطرح کنه. من بازی میشناسم و بازی تفسیر میکنم برای نسل آینده ما، نسل شیک پاسارگادی که حتما رنسانس خواهد آورد در ایران. یاد زمانی میفتم که سن کمی داشتم، ولی از اون زمان طرفدار برنامه ورزش از نگاه دو مانوی خدابخشیان و یارانش بودم، و همیشه لذت می‌بردم زمانی که شما گزارشی رو در تلویزیون انجام میدادید، با اینکه فکر کنم 10 یا 11 سال بیشتر نه. یه جمله فراموش نشدنی مانوی خدابخشیان داره در کنار همه جمله‌های دیگه‌ای که صحبت کرده: صفر رو با صفر عوض کردند. این یکی از جمله‌های بسیار معروف در فوتبال کشور ما. در سیاست هم خود خاتمیش هم استفاده کرد. این از شما برداشت؟ نه بله، این کپی رایت شماست. کپی رایتش رو بدن مکتب. این کپی رایت شماست. بعد از 40 و چند سال در صفحه فیسبوک شما جمله پروژه صفر به جای صفر اومده.
منظور چرا ناگهان امروز عده‌ای به یاد آوردند یا به افشاگری دست زدند که آقای روحانی دو تبعیتیست، دو ملیتیست و گلاسکویست، سکاتلندیست، بنابراین چون سکاتلندیست پس انگلیسیست؟ چه اتفاقی افتاد؟ اولا توجه کنید، دو هفته پیش هم در همین برنامه گفتم میرسیم به فصل حذفی ها، همدیگر رو حذف خواهند کرد، همدیگر رو تیکه پاره خواهند کرد. اگر توجه کنید حملات به سوی آقای رفسنجانی بود تا بالاخره سرش رو زیر آب کردن، بعد حملات رو به سراغ لاریجانی ها. چرا؟ علیرضای عزیز من، این رژیم یک رژیم مافیایی و اولیگارکیست. چرا این رو میگم؟ نگاه کنید سردار رحیم صفوی یک حرف جالب زده، گفته شما حتی خدا برای این رژیم آلترنتیو ندارد، به خاطر اینکه خدا این رژیم رو نیاورد. شیاطین زمینی یا دوزخیان زمینی یا الیت جهانی این رژیم رو آورد، رژیم هیچ، رژیمی که الان میرسه به هیچ. شما برای یک رژیم هیچ آلترنتیو نمیارید. چرا؟ خود آلترنتیو هم میشه هیچ با سبک فلسفه آقای افلاطون، پس از هیچ هیچی به وجود نمیاد. پس بنابراین دو راه حل مونده برای همه ایرانی ها. عبور کامل از این عصر تاریکی و پرانتز سیاهی که به اسم جمهوری اسلامی در اونجا رقم خورد، یا اینکه به اصطلاح به گفته خودشون بایستی به نوعی عبور کنن و گذر کنن، یا به نوشته آقای اکبر گنجی شارلاتان جا اندازی صورت بگیره. بنابراین اگر توجه داشته باشید، اگر روحانی رو بزنن که میزنن و دولتش بره، چه کسی باید جانشین بشه؟ این مهمه. رئیس مجلس آقای لاریجانی، علی لاریجانی، یادتون نره علی لاریجانی یکی از شاهمهره های این سیستم بود، از سپاه، از اطلاعات و ضد اطلاعات سپاه، وزارت ارشاد، رئیس صدا و سیما، رئیس مجلس، همه جا بوده. حتی نماینده رژیم در مذاکرات هسته‌ای با گلوبالیست ها مثل آقای سلونا و دیگران. پس بنابراین ادعی به این فکرم که ما میاییم علی لاریجانی رو میذاریم جای آقای روحانی، دادادش رو که همون آقای قاضی است که رئیس قوه قضاییه است، اونم میذاریم جای رهبر و عبور میکنیم از این سیستم کنونی خامنه ای. این یکی از نقشه هاست برنامه. یه سوالی پیش میاد اینجا، یعنی شما منظورتون هستش که حالا در زبان انگلیسی ما داریم impeachment، okay. یا اینکه yeah. تصمیم میگیرن که استیزاج میکنن. به نظر شما این به این مسئله میرسه یا اینکه نه، بعد از عبور از آقای روحانی و بعد از تموم شدن دوره ایشون این اتفاق میفته؟ به دوره پایانی 1400 نخواهد رسید. چرا؟ توجه کنید آمریکایی‌ها ننشستن این رژیم برسه به 1400. روزی که جان بولتن آمد گفت این رژیم نباید 40 ساله بشه، یعنی همین چند ماه بعد. بنابراین اینها خودشون به یک جای رسیدن، میبینن با این کمیته اجرایی که آقای پومپئو به وجود آورد، حالا توضیح میدم این چیه. ببینید این کمیته حکم مرگ این رژیم رو می نویسه. این همون بی تیمیست که هیچ ایرانی نمی دونه، برای همین هم فکر می کنن یک روز اتفاق افتاد شوروی افتاد. نه، 1974 73 که بابا بوش رئیس سیایه بود، گروهی آمدن و در نامه‌ای به پرزیدنت فورد گفتن ما باید تمام اسناد و مدارک نظامی شوروی رو اِوالوییت کنیم. چرا؟ CIA اشتباه کرده، به امر تا
طوری نشون میده که دنیا در آرامشه. این گروه بی علیرضای نازنین من موجب شد که من هزاران کتاب بخونم. این گروه آمد یک طرحی داد 5 ساله که شوروی رو میکشیم پایین. شوروی با 10,000 موشک اتمی. وقتی آقای ریگان آمد این طرح به ایشون واگذار شد. یه آقای بود هروت مایر، یه پروفسور ویلی بود اقتصادی. اینها هر حرکتی، هر ترازنامه‌ای که مشخص میکرد شوروی چه کار داره میکنه، حسابای بانکی، رد پای هر حرکتی رو دقیقه به دقیقه اندازه‌گیری میکردن و بعد گزارش میدادن و سرانجام اون خرس سرخ رو در واقع خفه کردن. درسته. حالا این کمیته امداد همین کار رو خواهد کرد، یعنی به شما اجازه نفس کشیدن نخواهد داد. اینه که اونها مجبورن یا آقای روحانی رو کنار بزنن، چرا که به اصطلاح آقای ترامپ گفته میخوام آقای روحانی رو ببینم. اونها نمیخوان آقای روحانی با ترامپ ملاقات کنه، اینها هم نمیخوان. دیگه روحانی عددی نیست، ظریف دیگه عددی نیست، باختن اینا. بنابراین رژیم ناچاره یک مهره در واقع بسازه، بتراشه، در که به اصطلاح مذاکرات رو که اتفاقا نخواهد افتاد نوع دیگری اجرا کنه. اینه که آقای روحانی رو میکوبن، آقای روحانی رو در موقع کوچک و کوچکتر میکنن. سوال اینجاست که باز دوباره آقای ترامپ تو چند روز گذشته هموان میکنه که من آمادگی گفتگو با ایران رو دارم. درست. حالا اگر اونها نمیخوان برای من مهم نیست. این برای من مهم نیست یعنی چی؟ بعد چرا دوباره صحبت هستی میکنه که من آمادگی گفتگو دارم؟ و بعد آیا این آمادگی گفتگو برای کسانی که به هر صورت از یه طرفی دیگه باور اینو دارن که خب پس این رژیم قراره چه اتفاقی براش بیفته یا این دولت چی میشه، اون به کجا میرسه؟ ببینید این داکترین نه، این روش کار متوس اوپراندی خود ترامپه. یک بیزنسمنی، یک کازینو داری که همیشه در دیل ها اول با یک به اصطلاح شبیخون وارد بازی شده، بعد کوتا آمده، نرم عمل کرده و سرانجام به دیلش رسیده یا اصلا دیل رو رها کرده. خود ترامپ هم بارها اشاره کرده که من 10 دیل رو رها کردم و رفتم. شما نگاه کنید هدفش با کره شمالی چه بود؟ همین که کره شمالی دیگر موشک پرانی نمیکنه، همین که کره شمالی در واقع شیطنت هسته‌ای نمیکنه، برای ایشون از نظر تاکتیکی موفقیت اومده. درسته؟ بله. فعلا هم موفق شده. بله. الان با ایران هم همین کار رو خواهد کرد، یعنی این آقایون رو بارها سر میز خواهد آورد و باز با پا عقب خواهد زد، در حالی که بازی رو کسان دیگری اجرا خواهند کرد. این فرصت سوزی است برای رسیدن به 4 نوامبر. این فرصت سوزی است که اروپایی‌ها تکلیف خودشون رو ندونن. این فرصت سوزی است برای چین، روسیه، همه موندن که این آقای ترامپ سرانجام چه تصمیمی خواهد گرفت با این برجام 3، نه برجام 2. برجام 2 مال اروپایی‌ها، دارن باش لاس میزنن. بنابراین همین به اصطلاح یعنی در فضا نگه داشتن رژیم اجازه میده که آقای پومپئو چون بازی ایران رو وزارت امور خارجه آمریکا داره اداره میکنه. پومپئو آمد، بازم تکرار میکنم همه بدونن، آمد که بگه آقای جان بولتون، آقای نیوت گینگریچ، آقای رودی جولیانی عددی نیستن در بازی ایران که فکر کنید فردا میرن مجاهدین رو میارن. اوکی؟ پس بنابراین خودش یک شخصیتی انتخاب کرده به اسم بریان هوک. این آقای هوک، علیرضای نازنینم، وقتی ترامپ ران میکرد
با 27 نفر دیگه اعلامیه بر علیه ترامپ داد، همین آقای هوک. حالا شده همه کاره میز ایران. چرا؟ ایشون یکی از کسانی است که به رفورمیسم کامل اسلامی معتقده، معتقد این اسلامیزم سیاسی موجود در خاورمیانه به زیان همه است، مثل کمونیسم میمونه. اوکی؟ پس بنابراین شخصیتی رو انتخاب کردن نیو کنسرواتیو، یک کاتولیک دو آتشه و در واقع مثل آقای پول وولفوویتس که میگفت باید دموکراسی آورد و اسلامیزم رو برداشت، ایشون هم همین فکر رو میکنن. خب اگر که اینطور که الان حکومت در نظر داره اینه که مذاکره صورت نگیره با آمریکا. دقیقاً. درسته. یک جنایی. خب جنایی که الان قدرتش بیشتر از جنای دیگه است. داره تضعیف میشه. ببینید ما عادت داریم. من دست راستی ها مطمئنن قلیه کردم. نه. فعلا به ظاهر آقا حرف اول آخر رو میزنه، که من سال هاست از تونی جوان سال بپرسید، من سال هاست معتقدم آقای خامنه ای با اون پسرکش آقای مشتبه دست نشانده یک مافیای نظامی هستند، یک خونتای نظامی هستند، بدون اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن. این اشتباه نگیرید، گاهی این دوستان خارج نشین اسطوره سازی میکنن. یادتونه چه اسطوره هایی درباره رفسنجانی درست کرده بودن، چه داستان هایی برای آقای خامنه ای که تار میزنه، شعر میخونه، با تولستوی داستایوفسکی هر شب پالوده میخوره. ما عادت داریم یک داستان سازی کنیم و نقالی کنیم. برای همینم من زیاد تعجب نکردم حتی آقای ظریف که در این آمریکا 40 سال علاف بود اومد گفت من تازه آمریکا رو شناختم. من آمریکا رو نمیشناختم. وقتی به وزیر خارجه شما این حرفو میزنه بقیه حسابا رو بکنید. خب آیا در واقع به نظر شما هیچ نوع مذاکره‌ای صورت نمیگیره؟ چرا؟ ببینید یک اشتباه نکنید، همون بی تیم که تشکیل شد و داشتن اون فشار یا اون اکشن کمیتی بی تیم، الان اون مثل بی تیم میخواد عمل کنه، یعنی مثل پلی بوک آقای ریگان رو استفاده میکنه، حلال مسائل اینجوری بگیم. ببینید در همون زمان بی تیم و بعد آمدن آقای ریگان، من تازه شروع کردم مطالعه کردم با طناز خانم و برادرشون تورج که الان دکتر، شب و روز من این آرشیوا رو نگاه میکردم، هر ترسنامه. اول رفتم که چرا آمریکا شاه رو برداشت. اوکی؟ بعد متوجه شدم شاه رو برداشتن که میخوان شوروی رو بندازن. حالا بجز مسئله شخصی شاه و بازیایی که حالا اگر فرصت شد میگم، متوجه شدم اینها تصمیم دارن شوروی رو بندازن و واقعا با یک پلن 5 ساله رفتن و انداختن. اما توجه کن علی رضای عزیز، نسل جدید اینا یادش نمیاد. اینها آقای آندروپوف هم که آمد، درسته برژنوف مرد، سوسلوف بزرگترین تئوریسین شوروی استالینیست مرد، آقایی به نام آندروپوف که رئیس کی‌جی‌بی بود شد همه کاره. اوکی؟ همون موقع هم دست راستی های شوروی رادیکال ها جلوی آندروپوف ایستاده بودن، اما امیدوار بودن که به زودی خواهد مرد چون مریض بود. آندروپوف طفل شیرین خودش گورباچف رو معرفی کرد. باز رادیکال ها رفتن چرننکو رو بردن، یک پیرمرد 82 ساله. اوکی؟ چرا؟ میدونستن تر چیه، میدونستن آمریکا گورباچف رو میخواد. اوکی؟ به هر حال گورباچف اومد. اگر شما به یاد داشته باشید همون ریگانی که دشمن شماره یک شوروی بود و میگو به اصطلاح امپراتوری شیطان، با آقای گورباچف 3 بار مذاکره کرد. در ریکجاویک ایسلند مهمترینش بود، رفت مسکو
اوکی؟ حتی به تنهایی با هم در یک جنگلی را رفتن و آقای ریگان و آقای گورباچف پیشنهاد کرد بیا تمام سلاح‌های اتمی رو منحل کنیم. اوکی؟ پس بنابراین یک بازیه، یک پروسه است. آقای ترامپ هم همین پروسه رو خواهد رفت. اما ضمن این که رژیم رو سر انگشتای پاش نگه داشته، طرح‌های حاشیه‌ای رو انجام خواهد داد، سایت شوها هم انجام خواهد داد و یک روز برخلاف تصور آقای اکبر گنجی و دوستانش و آقای حجاریان و همه، رژیم از تو فرو خواهد ریخت. خب پس رژیم باهوشتر از آمریکا داره عمل میکنی که حاضر نمیشه مذاکره کنه دیگه. چه بکنید چه نکنید رفتید. I love you. من تنها سوالی که از خودم 40 ساله دارم میکنم اینه، شوروی بزرگترین بازیگران شطرنج دنیا رو داشت، چرا به اینا باخت؟ اصلا اینها طوری بازی میکنن که شما رو دستشون بازی میکنیم. اوکی؟ پس بنابراین اولا به نظر من خود رژیم الان در یک موقعیت ساعت 25 قرار داره. اوکی؟ نمیدونن آیا روحانی را قربانی کنن یا آقا رو. این رو هیچ تردیدی نداشته باشید. یک جریانی در اونجا وجود داره، ما میگیم، حالا میگن اتاق فرمان، من میگم نه، یه اتاقی هیچ کس هم نمیدونه. الان دارن تصمیم میگیرن آیا بهتر ما آقای روحانی رو قربانی کنیم، چرا که ترامپ یا آقا حاضر نمیشه با هم مذاکره کنن. مسلما خامنه ای نمیاد با ترامپ چون مرگشه، مرگ سیاسیشه. اوکی؟ پس بنابراین آیا رژیم آقا رو قربانی خواهد کرد مثل آقای رفسنجانی یا آقای روحانی رو، این باید زیادم نمیتونید منتظر بشید تا 2-3 ماه مشخص میشه یکی از اینا خواهد رفت. خب شما صحبتی کردید در کشورهای مختلف اتفاقاتی که افتاده، همیشه به این مسئله رسیدیم که خب مصری ها السیسی رو داشتن، دقیقاً ارمنستانی ها نیکول رو داشتند، یعنی انقلاب مخملین خیابانی. ایران کسی نیست. یکی از کسانی که در جمهوری اسلامی کار میکنه و اعتقاد بریم به صورت جزوه کسانی ازش که در رژیم کار میکنه، صحبت از این میکنه که یاد میکرد که حرفای آقای خدابخشیان بهتر از هر کسی دیگه است و نگاه ایشون نسبت به همه اونهای دیگه بهتره. اما آقای خدابخشیان یک اشتباه دارن. خودم اشتباه چیه؟ گفتن اشتباه این هستش که ایشون صحبت از شخصی میکنه که شکل این حرفا نیست. گفتن منظور آقای رضا پهلوی. من دوستان نظر شما را نسبت به شاهزاده رضا پهلوی بدونم و بعدم اینکه السیسی برای جوانهای فردای ایران یا نیکول برای جوانهای فردای ایران کیه؟ عرض جان I love you. اول برنامه گفتم سردار صفوی گفته آلترنتیوی حتی خدا نداری برای این رژیم. راست میگه. این رژیم رژیم هیچه. شما اگر بخواهید آینده ایرانو بسازید و این سرزمین سوخته‌ای که اتفاقا همین شاهزاده نکته ظریفی اشاره کرد، خیلی هم مثل علی افشاری و این نفوذی‌هایی که از پاویون سلطنتی اومدن بیرون، اومدن آمریکا دلاریزه شدن، بعد شدن اپوزیسیون نو. ببینید ایشون گفت باید رفت و اون رژیم این ایران رو پس گرفت. شما علی رضای عزیز دو چویس دارید، یا یک السیسی بیاد، یک خونتای نظامی بگیر و ببند، یک دوره به اصطلاح چطوری بگم آنومی که معلوم نیست ایران به کجا خواهد رفت رو ادامه بده، یا شما ناچاری این پرانتز سیاه رو که عصر تاریکی ایرانه در تاریخ، این رو اصلا ببندید، مثل اینکه فراموش کنید انقلابی اتفاق افتاده، فراموش کنید که 40 سال رژیم بوده و یک عصر جدیدی رو آغاز کنید. این رژیم نمیخوره به اصطلاح آنچه که دنیای امروزه.
این رژیم اسلامی نیست، این رژیم رژیم دینی نیست، این رژیم رژیم فاشیستی مافیایی است. چرا؟ به خاطر اینکه تمام این آیت الله ها میلیاردر شدن، آقازاده هاشون میلیاردر شدن. اینها رو میگن دوره خرافات، نمیگن ایمان، نمیگن مذهب، نمیگن دین. اینها مردم رو مثل جادوگران قبیله های آفریقایی وودو میکنن و خودشون بهره برداری میکنن. حالا بنابراین شما بایستی از این رژیم عبور کنید. تنها فاکتور یا تنها برگ برنده ای که دارید همین شاهزاده است که من گفتم چیه؟ رضا جان. بله ایشون بیشتر سعی میکنن نماد لیبرالیزم ایرانی رو داشته باشن، سعی میکنن از دموکراسی و به اصطلاح جامعه مدنی صحبت کنن. جان عزیزم، من فکرم آمریکا که بهش در واقع کشور خارجیه خیلی سریعتر داره حرکت میکنه به جایشون، به جای رضا پهلوی. یعنی آقای رضا پهلوی یه صحبت میکنه میرن اصلا مرمیس کجا، باز دوباره مثلا یه ماه بعد باز دوباره یه صحبت میکنه. ایشون تکلیفشون با خودشون هم مشخص نیست. خیلی ساده ایشون پس مردم با چه تنامی ببینین، یا شرایط، گاهی شرایط شما رو اجبار میکنه که در واقع اون به اصطلاح صندل های سیاسیتون رو بپوشید. شاهزاده رضا پهلوی یا دقیقاً، اما تأثیر داشت در این مدت نداشت؟ مردم بیشتر تأثیر داشتن دقیقاً. از اسمش استفاده کنن خود ایشون، این نگاه درستیه. مردم دقیقاً پهلویزم رو گرامی داشتن، داکترین پهلویزم رو با صدا کردن و شعار رضا شاه روحت شاد در واقع ندا دادن خود مردم که ما میخواییم از این عصر عبور کنیم. اوکی؟ حالا چه کسی شایسته است که وارد بازی میشه؟ یا ایشون یک اقدامی خواهند کرد؟ من معتقد نیستم الان آمریکا نمیذاره، آمریکا میذاره. این چراغ زرد، چراغ زرد، چراغ قرمز، این داستانا را کنید. شما وقتی میخواهید اقدامی رو انجام بدید تکلیف خودتون رو مشخص میکنید، میایید در بازی. یا الان گفتم یک تردید وجود داره، یک علامت سوال در جامعه ایران وجود داره. من هر روز باید از ساعت 2 یا 3 که بیدار میشم چون نمیتونم بخوابم، ساعتها من پاسخ نسلی رو میدم. من حداقل 300-400 نفر رو در یک ساعت یک خط یا دو خط پاسخ میدم و همه هم همین پرسشه، چه خواهد شد؟ یه چیزی خبت رو بگم. اولا این سناریو رو کی می‌نویسه؟ 40 سال پیش در بدترین شرایط ایران عکس آیت الله خمینی در ماه دیده شد. اوکی. 40 سال بعدش در بدترین شرایط ایران یک جنازه پیدا شد که گفتن رضا شاهه. درسته؟ کی اینا رو می‌نویسه؟ و بعد همون مردم باز بهتر استفاده کرده. آیت الله خمینی درست عمل کرد، یعنی در زمانی که چهره ایشون در ماه دیده شد خود ایشون در صحنه حضور داشت. امروز مومیای رضا شاه دیده شد ولی آقای رضا پهلوی در صحنه حضور نداره. بود سال 57. اولا همه چیز با اون 10 روز کذایی شب شعر در انستیتو گوته شروع شد. همه روشنفکرها رفتن اونجا نمایش دادن و در واقع یک خودکشی دست جمعی کردن. نسل روشنفکری در همونجا سوخت. اوکی؟ عرض و عزیز، قضیه 1357 در پی 2 قضیه بود. 1. شاه در دیدار با آقای فورد در زمانی که مطرح شد، آقای کیسینجر مطرح کرده بود، آقای کیسینجر مطلب رو با اسم مستعار نوشته بود که حتی شاه هم اشتباه کرد، به خود کیسینجر گفت اشتباس، ولی کیسینجر نگفت من نوشتم. اوکی؟ آقای کیسینجر یک مقاله نوشت، حالا که اعراب در واقع پررو شدن و دارن
نفت رو تحریم میکنن، ما میتونیم با یک جورش تمام منابع نفتی خاورمیانه رو در واقع تصاحب کنیم. اوکی؟ این نظر آقای کیسینجر و آقای فورد بقیه. شاه در اونجا به اینها گفت من اونجا حضور دارم، ژاندارم منطقم، خودم اونجا رو کنترل میکنم. آمریکایی‌ها دوست ندارن این چیزا رو. اوکی؟ این یک به اصطلاح گاف تاکتیکی بود. نکته دوم، همون زمان آمدن یک مقاله ای نوشتن به عنوان سقوط 70 ماه. اول کتاب نبود، مقاله بود که شاه داره تمام منابع نفتی رو میخواد تصاحب کنه، یعنی شاه رو در مقابل کشورهای عربی قرار دادن. برای همینم عربا رفتن شبانه در دبی جلسه کردن و قیمت نفت رو در واقع چنان کاهش دادن که شاه با تمام پروژه هاش در واقع آچماش شد. اما هدف اونها یک چیز بود، از تنبیه کردن شاه. هیچ کشور جهان سومی در اون دوره با نوشتار کلوب روم اجازه نداشت صنعتی بشه، پیشرفت پیدا کنه. به گفته مهندس تقی مصدقی، گفت وقتی ما روغن ماشین رو بردیم فروختیم تو کشورهای خلیج فارس، یک انگلیسی به ما گفت کار میکنیم که دوباره برگردید برید رمضان یخی رو از لندن ببرید. حرف آقای مهندس تقی مصدقی، مدیر کل پتروشیمی ایران، من دوبار باشون مصاحبه کردم. اون بازی یک بازی دیگری بود. الان چیه؟ الان دنیا ناچاره بازسازی کنه. خاورمیانه که صاحب بیشترین نفت و گاز بعد از این همه خرابی، آوارگی، نابودی و خسارت‌های ما، ناچاره بسازه. آیا این رژیم جمهوری اسلامی، این ملاتاریا، اینجوری بگم، این مافیا میتونه اصلا برنامه های بلند پرواز داشته باشه؟ نه. خود آقای هاشمی رفسنجانی وقتی سر کار بود رفت برنامه عمرانی ششم شاه رو برداشت و اون رو کپی کرد و شروع کرد. اینها تا حالا چه کاری کردن به جز برج سازی؟ به من بگید. 4 موشک از کره شمالی گرفتن، اون رو مثلا یک مقداری تحول بهش دادن، بردش رو بیشتر کردن. چه کاری که از لحاظ فرهنگی ما رسیدیم به یک پیچستان. بنابراین حرف من اینه، شاهزاده رضا پهلوی میتونه یک داکترین جدیدی رو وارد کنه، ایران رو به یک مرحله دیگری برسونه. اگه بخواد خودش، اگه تکلیف، اول تکلیف خودش پیدا کنه. من حرفم اینه، همیشه هم زدم، اول ایشون باید تکلیف خودشون رو مشخص کنه، نه برای پادشاهی یا جمهوری. ببینید، ما زود میریم در این بحث‌ها. این بحث اساسی ما نیست الان. بحث اساسی ما بستن این پرانتز سیاست. ما این رو اول باید انجام بدیم، بعد عبور کنیم. استودیو آزادی، شعاره که درش داده میشه، تا جایی که حتی صحبت از این میشه که بهتره اصلا با صندلی خالی مسابقات برگزار بشه. بهتون گفتم از استادیوم ها شروع میشه. استادیوم ها در واقع شما نگاه کنید، حتی از زمان روم، روم قدیم که در فیلمات شما از من خیلی بهتر کنید، نگاه کنید، همیشه به شما یاد دادن در اون میادین همیشه اتفاقهای تاریخی افتاده. اوکی؟ ورزشگاه ها همیشه بودن، همیشه نقش داشتن. چاوشسکو رو در همون ورزشگاه مردم با یک شعار، با یک سوت زدن، با یک آهنگ خواندن به زیر کشیدن و بعد اعدامش کردن. گلادیاتور ها همیشه در زمین ها بود. دقیقاً، باری کردن. ببینید، مجارها، من فوتبال از اونجا دوست داشتم. شطرنج فوتبال یا سیاست فوتبال از مجار برام اتفاق افتاد. اتفاقا رضای نازنین رفته مجارستان، از بغل استادیوم
پوشکاش عکس فرستاده برای من. ببینید رضا افشار، رضا افشار، من بهش میگم رضا نازنین. شاید ببینید مجارها به خاطر اینکه تیمی داشتن که انگلیس رو 7-3 برد در انگلیس و تمام دنیا رو برد، احساس کردن میتونن قیام کنن و قیام کردن علیه کرملین و کرملین تانکاشو فرستاد. 1968 که میگن بهار پراگ، قبل از اینکه بهار پراگ اتفاق بیفته تیم فوتبال چکسلواکی رفت دوم دنیا شد، به برزیل باخت تو جام جهانی. اوکی، مردم چک احساس کردن آقا ما از روس‌ها که صاحب ما شدن جلوتریم، انقلاب کردن. بنابراین فوتبال و ورزشگاه یک جای مقدسی است که شما می توانید از اون به عنوان معبد انقلاب استفاده کنید اگر ارزه دارید. اما برای خب یک در واقع پادزهری هم وجود داره، همون صندلی های خالی که عنوان می کنن. نمی تونی. امکان نداره بتونید. شما صندلی های خالی یعنی باخت، یعنی تسلیم، یعنی من میترسم. الان شما دخترکان و سیندرلا های ایرانی میترسید وارد ورزشگاه بشن، به تدریج نسل شیک رو هم تحریم خواهید کرد. بنابراین یک رژیمی خواهید ماند تنها با صندلی های خالی. چقدر جالبه که یه نفر درست همین سوال من رو اونجا پرسیده، الان به من آقای کارن دادن. سوالی که هستش اینه که میگن چرا امروز بالتون گفته که هدف ما تغییر رژیم نیست؟ کی گفته این رو؟ بالتون. ببینید آقای بالتون کسی بود که میگو باید با جنگ نمیدونم ستاره ها اصلا این رژیم رو کند. الان یک شخصیتی به اسم پومپئو آمده شده وزیر خارجه آمریکا با سابقه امنیتی و نظامی. ایشون سعی میکنه چنین توقعی رو به وجود بیاره که ما وارد مذاکره میخواهیم بشیم. ما اهل مذاکره هستیم، رئیس جمهور ما اهل جنگ نیست. بنابراین الان داره همه مهره های خودشون رو هم داره به خط میکنه با دکترین پومپئو. اینه که الان میبینید چرا که بعضی ها میگن آقای بولتون از پومپئو دستور نمیگیره یا آقای رودی جولیانی وکیل خصوصی پرزیدنت. اتفاقا یکی از کارهای مؤثر دونالد ترامپ برگزیدن مایک پومپئو و واقعا هم نگاه کنید بهش کارت بلانش داده، هر کاری اون میگه اوکیه. با وضع امروز پرزیدنت ترامپ، شما چند دقیقه پیش صحبت کردید که 1400 را آقای روحانی نمیبینه، آیا ترامپ 2020 رو میبینه؟ چند مدت پیش من فکر کردم ترامپ رفت، روزی که با آقای پوتین حرف زد یادتونه ایستاد پشت تریبیون و در واقع حرف پوتین رو تهدید کرد. من یک لحظه احساس کردم دیپ استیت این آقا رو 48 ساعته از کاخ سفید بیرون میکنه. این مسئله ها بیشتر تیترهای روزنامه ایست، آشوبهای روزنامه ایست. الان آمریکا در یک بحران قرار داره. ایشون میگه فیک نیوز، دقیقا درست میگه. شما امکان، من مدت هاست دیگه نمیدونم کجا باید خبر نگاه کنم. میدونی چرا؟ باید. چون شما اگر فاکس رو باز کنید این بریز، سی این این رو باز کنید این بریه، ام اس ام بی سی هم که اصلا به گفته اهل عام و بیلا. اوکی؟ بنابراین ببینید یه از نقطه نظر اعتبار سیاسی فعلا یک تلنگری خورده. اما با توجه به این نکته این رو میخوام اشاره کنم، ترامپ هم به هر حال یک محفلی آورده
اوکی؟ محفلی آورد که در مقابل چین بیسته، چینی که آمریکا را هم بلعیده در همه منطقه، اوکی؟ درسته. آیا این دو جریانی که با هم درگیرن بر سر این که ترامپ برود یا بماند، که به نظر من بیشتر بغضیست که از شکست هیلری گرفتن، درسته؟ کاملا. به خاطر اینکه ایشون طفل شیرین یا ملکه گلوبالیستا و خاندان روتشالد و شهرک لندن بود، اوکی؟ بذاریم ببینیم چی میگذره، چون خوبی ترامپ اینه همیشه یه تاس در آستینش داره. چرا انگلیس هوای لندره؟ اینو محمد پرسیده و از حسابای بانکی گرفته تا بازسازی تراکتور عراق، راکتور عراق. ببینید یه نکته رو من اشاره کنم به شما. وزارت امور خارجه انگلیس عربیسته. اگر شما توجه کنید خاندان وینسور هرگز به اسرائیل نرفته بوده، نه ملکه، نه آقای پرنس چارلز، تا اینکه نوش رفت. درسته. اوکی؟ برای نمایش این که ما در سیاستمون تغییر داریم. یادتون نره انگلیس احساس میکرد به نوشته آقای رینهارد کیپلینگ سرجاسوسشون نوشت ما موظفیم کشورهای استعماری خودمون رو بارور کنیم. برای همین هم آقای مارکس نوشته یکی از خوبی‌های هند این بود که مستعمره انگلیس بود. آقای مارکس نوشته. ببینید کارل مارکس؟ ها بله. اوکی؟ ببینید انگلیس هنوز هم در بغض از دست دادن امتیازها و انحصار بریتیش پترولیوم در ایرانه. یادتون نره این بزرگترین شکست امپراتوری انگلیس بود. انگلیس میدونین چقدر تلاش کرد که آمریکا وارد ایران نشه، هرگز اجازه نداد، حتی حاضر شد نفت عربستان رو توسط آقای فیلبی، هارولد فیلبی پدر جاسوس، نه کیم فیلبی پسر، هارولد فیلبی بفروشه به همین پدر بزرگ آقای بوش و راکفلرها، که فقط به شرطی که آمریکا وارد ایران نشه. ولی دیدید با چه ظرافتی استاندارد اویل وارد شد. حالا میخواد بگید کودتای 28 مرداد، بگید کودتای 28 مرداد، هر چه میخواد بگید، وارد شد و سهم انگلیس رو در واقع از دستش گرفت. اوکی؟ هنوز انگلیس در رویای اینه که من بحرین و کشورهای خلیج فارس در انحصار من باید باشه، نه آمریکا نه روسیه. یه چیزی هم یاد بگیرید بچه‌های جدید، هر جایی که نمیخواد آمریکا وارد بشه میسپاره برای مدتی موقت به روسیه. شایعه زیاد بوده این بر اونور، همیشه بارها و بارها هم دیدیم مثلا رو، که آقای رفسنجانی کشته شدن، آقای رفسنجانی سرش زیر آب کردن تا همین، و بعضی گفتن که خب ایشون فوت کرده. مگر ممکنه که نفر دوم انقلاب ایران همچین بلایی سرش بیاد؟ کسی که حتی رهبر رو بهش این موقعیت رو به آقای خامنه‌ای دادن که در مقام رهبری قرار بگیره. تا اینکه چند روز گذشته این شعار استخر فرح به وجود اومدش. این داستان چی؟ در همین برنامه به شما یک بار اشاره کردم یه پروژه، من اسمشو گذاشتم پروژه کاملیا. آقای رفسنجانی با اینکه تمام سرمایه مالی کرباشچی رو داشت، مردی که براش حتی تراکم هوا رو فرو، درسته؟ چون ایشون مادر خرج کارگزاران بود، هنوزم هست. آقای رفسنجانی یک روز احساس کرد که مافیای خامنه ای یا بیت رهبر داره اون رو در واقع ساتوره میکنه کاملا. پسرش رو دستگیر کرد،
دخترش رو دستگیر کرد، خودش رو از امامت جمعه در نماز جمعه دانشگاه انداختن. در واقع آدم باهوشی بود، احساس کرد مثل یک گادفادر، یک فامیلیا، فهمید دارن سرشو میخورن، خودش میدونست دارن سرشو میخورن، میشناختم سیستمو، چرا که چند مدت پیش از اون، چند سال پیش، آقای خامنه‌ای رفته بود یک پایگاه موشکی داشتن منفجر میکردن که آقا بره، و دیدیم چندین بادیگاردش کشته شدن. اوکی؟ اتفاقی نبود، فقط دو تا روزنامه عربی این رو علم کردن. آقای هاشمی رفسنجانی، من تا حالا این دفعه دوم میگم، به نظر من داشت یک برنامه پیاده میکرد که با تقویت جناح پهلویزم بتونه خامنه ای رو بخوابونه. برای همینم نگاه کنید پلاکاردی که بلند شده چیه اسمش؟ استخر فرع. اینا که همه سونا و خزینه می رفتن با هم، های نمی رفتن. حالا چرا استخر فرع؟ چه علامتی است این استخر فرع؟ چطور اینا اسم استخر فرع رو تغییر ندادن؟ اینا که هر چیزی در رابطه با حکومت قبلی بود رو خط بطلان روش می کشیدن، خط قرمز می کشیدن. چطور تابلو میره بالا به عنوان تابلو استخر فرع که دخترکان آقای هاشمی رفسنجانی بگن دیدید اینم نمایش این که ما کشتیم، ما سرشو زیراب کردیم. اوکی؟ پس اونا میخواستن بگن شما دست داشتی یک بازی رو انجام میدادی، ما بدل زدیم. آقای خودباشد، همیشه سوال اینجا، هر کسی صحبتی کرده به هر سال یه مقداری به گفته خودشون بیشتر از دهنش حرف زده، گرفتنش و زندگیش کردن، غیر از یک نفر، محمود احمدی نژاد. ببین، شما نمیتونی محمود احمدی نژاد رو دستگیر کنی بذاری زندان. اولا محمود احمدی نژاد و در دستش که با شبکه محصولی اومدن از شهرداری و در واقع ایران رو تیک‌اوور کردن یه مدتی، به هر حال یک جریان مافیایی بسیار قوی در سپاه، این آقا رو گذار، این رسم خونتاست. یعنی چی؟ همیشه یک حکومت نظامی یک آدم بنجر رو میذاره به عنوان نماد یا رئیس جمهور. شما این رو در آرژانتین، در برزیل، همه جا خواهید دید. در کشورهای لاتین این میگن بانانا ریپابلیک، برای چی؟ بخاطر این رئیس جمهورش عددی نیست. اینها یک مشکل بعد با ایشون پیدا کردن، نه اینکه ایشون از تبار یهودی بود یا هولوکاست اومد نمی کرد، اینا نبود. آقای مشائی جز یک محفل سری بود که کار دست اینا میداد. بنابراین اینها ترجیح میدادن آقای مشائی و بقایی رو زندانی کنن تا این بنجلی که هیچ کار هست، به خاطر اینکه این آقا میخواید بدونید چقدر ابله بود. وقتی اومد اینجا بکنم یکی از این آقایون یا هوشنگ امیرحمدی بود، یه نفر برای این درست کرد که بره با لاری کینگ مصاحبه کنه، یادتونه؟ که اصلا موجب شد بیچاره لاری کینگ رو بیرون کردن از CNN. درست؟ این آقا رو برده بودن CFR، Council of Foreign Relations آمریکا، دولت سایه آمریکا. آقای دیوید راکفلر اومده بود، گرینبرگ اومده بود که بزرگترین شرکت های این شد، پیترسون اومده بود، همین ریچارد هاست که پرزیدنت آمدن و نشستن قبل از این آقایون با این صحبت کنن برای مذاکرات هسته‌ای. این انقدر به کلیمی ها توهین کرد، آخرش اینا بلندشون گفتن آقا این آدم دیوانه، جلسه رو رفتن. شما این نماده اینو بگیرن قهرمان بشه؟ مگه دیوانه؟ اونا میشناسن اینا، بعد دارن برن زندان و چیکار کار؟ اولا مگه مشایی رو گرفتن ایشون کاری تونست بکنه؟ نه، ایشون نوریزاده، ایشون خزعلیه، حتی زیبا کلامه، مگه اینا ندارن از این مهره ها؟ اینا یا در داخل براتون میسازن یا از طریق پاویون سلطنتی یه مشت رو
به عنوان ناراضی سیاسی سوار هواپیما میکنن، ویزاشون رو میگیرن. همین که تاج‌زاده گفت آقای محسن سازگارا ویزاشو امنیتی ها گرفتن میفرستن اینجا، همه میان اینجا به عنوان ناراضی، به جای من و شما میرن دلارا رو میگیرن، مثل علی افشاری، همه اینا، خانم مسیح علی نژاد، دلارا رو میگیرن، عضو یه رسانه‌ای میشن یا یه تشکیلات میزنن و اپوزیسیون اصلی در اینجا ذوب میشه، مثل برف آب میشه. این برای همین من میگفتم اینها خدای اینن که در کارگاه‌های بدیل سازیشون برای شما آلترناتیو بسازن. این قضیه. ونزوئلا میبینیم این پل پرجمعیت، همینطور مردم ونزوئلا از این پل عبور میکنن تا از ونزوئلا خارج بشن. آیا ایران فرداش ونزوئلا است؟ احتمال داره؟ ولی این مردم از چه پلی میخوان رد بشن و به چه کشوری برسن؟ آفرین. همین الانش هم من فکر میکنم، ببینید چرا من میگم من شاهد تاریخ بودم، خیلی شما ها نبودید. زمانی که من مطالعه میکردم اینجا، میلیون ها ایرانی یادش در بیابان ها یا در خیابان ها فرار میکرد، درسته؟ بله. که اگر شما نگاه کنید از 1979 تا 81-82 هزاران هزار ایرانی از کوه و دره و دشت فرار کردن که بیان فرار کنن از دست این رژیم جنایتکار. ببینید الان هم بدون اینکه کسی متوجه باشه، بکنم آقای کارن یا بقیه دوستانی که مسائل ارمنستان رو بهتر، شما متوجه باشید مردم با سکوت دارن فرار میکنن، با سکوت دارن در واقع از کشور خارج میشن، مثل سالهای پیش نیست که همه به اصطلاح در به در بشن در قبرس در بلانجا برید گرین کارت براشون بگیرید. الان مردم تشخیص دادن تا آمریکا راه درازیست و مخصوصا با قوانین جدید. اگر شما برید و در واقع مطالعه کنید و ببینید، مردم دارن کوچ میکنن، مردم میپرسن که این رژیم فرو میریزه، مسئله دلار رو مطرح میکنن، مسئله مستقلات و املاک شخصی رو. پس بنابراین مردم آمادن. اگر میبینید اون کوچ عظیم هنوز شروع نشده، چون فکر میکنن احتمال داره فردا این رژیم بیفته، اینه که مردم رو نگه داشته. مردم بلا تکلیف سر دورایی ایستادن. دیدم وزیر ارتباطات یه جایی رفته بود و مردم دور و برش ریخته بودن، یکی از همین پاساژ ها بود و داشتن اعتراض میکردن که اوضاعمون خرابه، هیچی نیست، نمیتونیم، جنسامون توی گمرک مونده. و خب این مردم داریم میبینیم از یه طرف دیگه که کم کم ماها یاد گرفتیم. یه کسی دیدم داره تصویر نشون میده که آقا نگاه کن بچه من داره دو روز نون و آب میخوره. اوکی. درسته؟ ولی مردم ها هی عجاست میکنن خودشون. این دفعه دیگه عجاست نمیشه. ببینید اولا ونزوئلا، ایران و نیکاراگوئه سهمیه کنسرسیوم سیاسی راکفلر بود. ونزوئلا و ایران بالاترین به اصطلاح رقم نفت رو صادر میکردن در زمان قبل، یعنی در زمان شاه ونزوئلا بود و ایران، در واقع هر دو پایه‌گذارهای اوپک بودن. اوکی؟ حالا شما نگاه کنید، همیشه یک بازی زشتی وجود داره. مافیای قبلی وقتی میره، مافیای بعدی اونجا رو تبدیل میکنه به سرزمین سوخته، مثل ایران، مثل ونزوئلا. آنچه که منو میازاره کوچه مردم نیست، آنچه که منو دلگیر میکنه اینه که شما نگاه کنید رژیم حاضر تمام برق و نفت جنوب عراق رو تأمین کنه به عنوان باج سیاسی، که اونجا اون شیعستان رو که قرار نجفستان باشه رو تصاحب کنه.
به قدر اینا ابلهن از نقطه نظر برداشت‌های سیاسی که متوجه نیستن اونجا یک شخصیتی نشسته به اسم آیت الله سیستانی، این رو به عمد اونجا نشوندن که بالاخره اون نجفستان بشه واتیکان اسلامی، واتیکان شیعه، نه قم. ببینید چی میخوام بگم؟ حالا رژیم میخواد آقای سلیمانی و پسر بچه آقای خامنه‌ای مجتبی رو بفرسته، میخواد نفت نمیتونه بده، بعد آب بده. فردا چه خواهد کرد؟ فردا که خوزستانی ها به پا خواستن چه کار خواهد کرد؟ و خواهند ایستاد، فکر نکنید. مردم که برده نیستن، به هر حال مردم یک روده. حالا درسته این بار بیشترین خیانتکار رو ما در روشن فکرها داریم، اون دفعه هم داشتیم، همه توده‌ای بودن، همه رادیو اکتیویته شده بودن، اوکی؟ اون فساد توده‌ایزم ما رو نابود کرد. حالا یک جناح دیگری است بلشویک‌های اسلامی، اونها دارن به مردم خیانت میکنن، همین نازی آبادی ها، آقای حجاریان، آقای عبدی و آقای گنجی و اینا. نگاه کنید هر وقت مردم به یک خیزش میرسن، این آقایون مثل اکبر گنجی بود میان بولتن نویسن، اینا همه بولتن نویس امنیتی هم داستان سرایی میکنن و مردم رو منحرف میکنن. این بزرگترین خطر ما، اگر مردم از اینا عبور کنن it's over. هنوز میبینم میخونم هی هر روز هر روز که هی میبینم از آقای خدا بخشم رو برسید که نصده باست هم نتونست به این که نه عزیز با این به سوم در این برنامه شد انقلاب تقویم نداره. تا حالا کجای دنیا آمدن گفتن انقلاب در 24 مرداد اتفاق میفته؟ بعد اتفاق افتاده. I love you. همون مسئله شاه که به اصطلاح فروپاشیه به اصطلاح خاندان پهلوی بود یا سلطنت، نگاه کنید با ما گل سرخی رو دیدیم، مسئله سیاه کل رو دیدیم و چریکای جنگلی، کنفدراسیون در خارج از کشور اوغا میکرد، رادیو پیک بود که اون رادیو بیشتر از تمام رسانه‌های خارج از کشور الان فعال بود، امروز همه دو دوزه بازن. اما امروز ما گل سرخی و داداشیان نداریم. دقیقاً به خاطر اینکه این بچه‌ها بچه‌های مظلومی هستند، اینها دوره ندیدن. حالا بده همه‌شون فرهادیان هستند که میگن اشتباه کردیم برمیگردن خونه‌شون. نه 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 نه، ببینید همه ما تینیجر بودیم، همه ما هم اشتباه کردیم، همه ما هم یک رویاهای خاص خودمون رو داشتیم، اما یادتون نره در زمان ما اون رو مسیر میدادن. الان چه کسی برای همین من این نسل رو دوست دارم، چه کسی از اینا دعوت کرد برید پاسارگاد؟ هزاران هزار نفر رفتن، رژیم از ترسش جاده ها رو بست. این انقلاب زیباست، این انقلاب بیرنگ قشنگه. یا شما پرسیدید آیا اینجا مثل ارمنستان یا اوکراین یه نفر خواهد آمد انقلاب رنگین خواهد بود؟ مگر انقلاب رنگین نیوردن؟ انقلاب رنگین شما همون انقلاب سبز بود، اوکی؟ دو هدف در اون داشت، آنجایی که با این انقلاب سبز رژیم رو بندازن و آنهایی که دوست می داشتن با این انقلاب سبز رژیم رو ریفورمه کنن. درسته؟ برای همین هم متوقف ما الان انقلاب رنگی نداریم. راست میگید، من با شما 100% موافقم، ولی نگاه کنید این بچه ها به جز اون مشتی که گاهی میان در واقع سی سالی مزن خواهم رو اینستاگرام میرخصن، اگر نگاه کنید بسیار باهوش و زیرک و موقع شناسن. یادتون نره. مرسی از شما. کلی سوال هست، میدونم که همه شما هم این سوال دارید. متاسفانه وقت ما تموم شده، تا چهارشنبه آینده. سپاس از آقای خداوشان عزیز و در ضمن برای دوستان عزیزی که برنامه ها رو دوست دارن پخش کنن اشکال نداره، فقط قسمت کوتاه بذارید لطفا تو صفحه های مختلف دنیا یوتیوب. مرسی از همتون، تا وقتی دیگه. ما چه شما مرسی.